رفتیم، چیزی نداریم اما کمک با ما نرسید. نظر بذیر آه خیلی یخ بازم ببینم اینجا بابا. دوستان عزیز، در داخل قریه قیصار هستیم. داری که شما به تصویر اونید که در زی قریه ماشاءالله چقدر برف کرده. دوستان عزیز، برفا تا فیلان باز نشده به خاطر ازی که این منطقه را هفته خیلی خیلی دیر میگیره و میگیره و پس هفته تا میشین. ازی خاطر این قریه تا فیلان برف داره. دوستان عزیز ماشاءالله چقدر خوب برف هستن و امیدوارم دوست شما هم از این برنامه ها لذت ببرید. دوستان عزیز، یک کاریگک با منظره زیبا، با طبیعت زیبا، با هوای سردی است. دوستان قریه خیلی یک منظره زیبا داره و شما هم به تصویر اونید که ماشاءالله کوه هم دوستان چقدر برف کرده، خیلی یک منظره خوبی داره. بریم داخل قریه با بعضی از باشندگان این قریه هم گفتگو داشته باشیم. هم به قریه ملم باشارم گزارش خلاش خمبله میریم. اگر شب اینجا من باز دوم جاریم، ما مردم هم میگم ما مستضعفیم، چیزی نداریم اما کمک با ما نرسید. نظر بذیر که مستضعف ها زیاد. درخت ها همین هم یه درخت خوش بسیار چشم میرم. اشالله های چقدر زیبه. سلام علیکم آقای صاحب، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر هستین. خود معرفی کنید نام زیبایتون از کدام قریه؟ اسم محمد از قریه قیصار. چرا قریه شما میگه قیصار؟ به خاطر چی هست؟ به خاطر ازی که زیاد مثالای سابق که بوده، مثالای پربارانتر که بودن، زیادتر چشمه‌ها رو او قیم کردن بدر میشه به می خاطر رو قیصار. یعنی آب زیاد داشتن؟ آب به سابق داشتن، حال خونه. ولی فعلا آبی چیز نداره. بسیار کم او داره، کمی او کمتر داره که اینه کفاوتی از کشتکار نمتونه. آیا صاحب چند نفیس داره منطقه تان؟ چقدر نفیس داره؟ به نفیس امشالله که به 400 یا 500 نفیس امتیار را هست. خانوار اگر نفر؟ نه نفیس نفر 400-500 نفر در این منطقه تان رو فیلان زندگی میکنه؟ نه صاحب، یک داستان هم در اینجا هست که میگه پادشاه بیده و آبی که فیلان در اینجا میاد زیر کوک امو قهرمان جای آب رو باز کردن که حقیقت داره چرا کم است؟ او دیگه مقسم کنن سابق اینجا قلعه یا بانم قلعه دختر یاد میشه سر امو کوبین درسته؟ سر امو کوک آنوز اینجا معلوم نمیشه، از طرف برای مسترک اینجا معلوم میشه. اونجا او میگن از اونجا به نل آورده بوده با قلعه با اونجا می آوردن اونجا اونا که زندگی میکردن وقتی که قلعه فعال بوده. آها. دیگه حال خوب اون نل اینا هم از بین رفته و نیه و قلعه هم یک اندازه تخریب شده. آثار تو خواسته مقصد درست سمیه دیگه. حال فعلا او به همی که می آید به همی قریه مردم همی زندگی میکنن دیگه. تعداد نفوس انشالله از 400 یا 500 یا 4500 امتار نفوس مردم میشه. همی خود همی قریه که هسته دیگه. صاحب فامیل که هسته تخمینا 200 فامیل شادم یا بیشتر یا کمتر، نو دقیق معلومات ندارم. می تا رو فامیل هست. یه شب تاری که بر ما همین دوست ما کمرای ما بد ملا میسا گفت این آب که میام اونجا کور گرفته رای آب باز کرد و دیتا قهرمان میده به خاطر ازی که امرای دختر پادشاه ازدواج کنه. یک داستان بر ما گفت، شما معلومات دارید همین داستان؟ این دیگه با نوم مثلا به جوی جسلاخ میگن. جوی جسلاخ؟ جوی سلاخ به همون گردنه که معلوم میشه او طرف او از اونجا اول جوی تا از پایین میام و دور میزره تا آثار جوی معلوم میشه. همیت قصه هایی که میکنن میگن باز همیت قهرمان بوده گفته اگر بادشاه گفته کسی همی کور شکاف کنه من دختر خود به او میدم. دیگه باز همیت قصه هایی پیدا شده باز همیت کور شکاف کرده او از داخل کول میای از طرف جوی داخل کول داخل میشه باز بیرون میشه به طرف کوتاه‌تر من برتر. پس دیگه رای آب باز کرده و پادشاه هم دختر خود برش داده دیگه. او معلومات دقیق نداریم که دادشان نداده. آثار باستانی هم شما در منطقه تان داره جسیب بغیر از مقاله؟ دیگه یک قلعه با نام ارگ یاد میشه که نمی مسما و ارگ داریم که نمی خود شما میبینیم اینجا قلعه ارگ است. ارگ است با نام ارگ بوده ولی قلعه ارگ. دیگه با بالا که هست با نام قلعه دختر یاد میشه. او بالا که من پیشتر هم دوستو گفتم اونجا باز به نام دختر قلعه دختر یاد میشه درسته؟ ای شب تشکر از شما. زنده باشیم. جان سپاس. خیلی
یک شات از شما فردان تو بگیر. دوستا عزیز، یکی از خصوصیت های خوب این قریه است که همیشه آب روان داره. دوستا در اینجا یک داستانی هم هست که در اونجا یک قلعه بوده پادشاه. این قلعه دوستا عزیز قلعه پادشاه بوده که در زمانهای سابق تاریکی بر ما گفتن بالای 2000 سال قدمت داشت و این پادشاه یک دختر داشته که در داستان از اوکو تصویر فیلن خوب نمیاره دوستا عزیز و ما نمیتونیم بریم شاد بگیریم بخاطر اینکه برف کرده. در اونجا دوستا عزیز امو دختر پادشاه در اونجا بوده و دو تا پهلوان عاشق دختر پادشاه میشه دوستا، طوری که بر مردم بر ما گفتن امو نقل که از مردم بر ما شده. و پادشاه دو تا شرط، یک شرط به این دو قهرمان گفتن اگر شما بخواین دختر مرا بگیرین باید امی آب روانه جوی را بعد داخل منطقه بیاری، هر کس که زودتر در اینجا جوی آورد یا مو کاروز کش کرد دختر خود براش میدوم. که یک پهلوان از این مسیر جوی را کش کرد و اون از او کو دوستا عزیز جوی را کش کرد بودن این تخه پشت تپه میخواستن بیار داخل قریه. یک پهلوان او کار شروع کرد و یک پهلوان دیگر در مسیر را که ما آمدیم و اونجا کو را هم گفت سلاخ کردن، جای نبود که تصویر بگیم چون در اونجا برف زیاد بود و او قهرمان امو کو را گرفته سلاخ کرده و امی آف فیلن او نصر امو کو امو برفا که آب میشه میایه چشمم در اونجا داره و در وسط کو باز کو را یک قهرمان گرفته سلاخ کرده و آب را به قریه آورده و دختر پادشاه را از آن خود کرده. و دوست آتاری که شما هم بتصویر بینید که این قریه میشه آب داره و قریه سرسبز هم هست برای فیلن چون فصل خزان است، درخت ها کمی که خشک است و به می خاطر که این پهلوان آب را از زیر همیکو به این منطقه آورده. همین که چطور یک آبک خوبی هم هست دوست عزیز، ولی متاسفانه باشندگان محل میگه به خاطر که فیلن برفا زیاد است آب یک کم بیشترک داره، در دیگه وقت های سال آبش کم است. و ماشاءالله صدا آورم شما دوستا میشنیم که چطور یک صدای خوب و خوشایندی هم داره، صدای آب واقعا لذت بخش دوست عزیز. یک سر صبح وقت بیای افته باشه پای درخت نشسته باشی منظره زیبا رو ببینیم، یک چای هم باشه حالا شیشته چای بخوری چقدر لذت بخش است. هوای من این منظره خیلی زیباست، واقعا جای دیدنی است. امیدوارم که شما دوست عزیز هم از این منظره زیبا لذت ببرید. دوست عزیز هدف ما این است برای فیلم که ما در ولسوالی پرچمن تا مشکلات این مردم را بگیریم و به تصویر کشیم به تمام جهان نشان بدیم. دوست عزیز از طرف مؤسسات از طرف رسانه ها تا باشد که صدای این مردم هم شنیده بشه و انشالله برنامه های بعدی برای بار دوم حتما قریه و قریه ولسوالی پاچمان را به معرفی میگیریم تا با تاریخچه اونها هم معرفی میشیم. فقط در این برنامه ها ما شاتهای زیبا را براتون میگیرم و چند دقیقه همراه بزرگا صحبت میکنم تمام. برنامه زیاد نمیتونم زیاد خوبتر از بگیرم به خاطر از اینکه دوستا هدف ما گرفتن مشکلات مردم در این سفر زمستانی که ما آمدیم. ان شاء الله فصل بهار خداوند روزگار داشته باشه حتما میایم دوستا در اینجا گزارش های خوب برنامه های خوب مستند های خوب به ثبت میرسونیم تا شما هم از این برنامه ها لذت ببرید. امیدوارم که برنامه های این دفعه ما هم مورد پسندتان باشه، با ما باشید و از منظره های زمستانی این منطقه هم لذت ببرید. دوستا عزیز در قریه قیصار هستیم چون در اینجا حیوانات از اونا که هست کاو از که چیز نداره. این جونا را که شما میبینید اینجا مجبور هستن که این اجرقایی که در کنار زمین چز میکنه اینا را میکنه پیش گوسفندا خود میکنن. دوستا عزیز اینا را اینجا ماوری میکنه باز در پیش گوسفندا. خوب لالا بخیری؟ اسمت چیه؟ صابر. صابر جو مکتب هم میری؟ صنف چندی؟ سه نه دو. صنف دو هستی؟ خب اینجا گفتی اجرق میکنی؟ به خاطر چی؟ به گاوا. به گاوا؟ هر روز میام اینجا اجرق میکنی؟ در روز ما باید خیلی بای خامدن امروز میام. امروز هم میام؟ هر روز اکید میام. چند میکنی روزانه؟ چقدر میکنی؟ چه اندازه میکنی؟ در روز یخ ها کشد منو کندیم دیگر زمان در روی جوشیم. خب روز یک خوکش میکنیم. این زمین از آقا جان تنه؟ از خود تنه زمین؟ نه اینا از می اکی همسایه مایه. از همسایه تنه؟ همسایه نیه قوم.
غم تو نه، تو اجازه میده که بکنی؟ اوکی، من خودی گفت بکن. خودی گفت بکن؟ بس هم میکنی؟ سیس بکن بکن. دوستا عزیز، در اینجا اینی که نجونای عزیز سنش شاید 10 سال هم نباشه، در اینجا بخاطر از ایک بتونه آزغه یا کای الف چیزی به گسپنده خود به دست بیاره. اینه در این دوستا عزیز بینید، بیا اینجا دشت کوه میکنه تا کمی که الف یا اجرق به مالای خود جمع بری کنه. میبینید چقدر این مردم در اینجا چقدر خوار هستن دوستا عزیز. واقعا امو جوان نوجوان زنا اندازه یک مرد شهری کار کرده و کار میکنه دوستا عزیز. دیگه امیدوارم که همراه این مردم از هر لحاظ همکاری صورت بگیره تا جوونا و نجوونا نیز اینا که تافیدن به مو حد سن قانونی خود نرسه که کار کنه از کار دوستا عزیز دست بکشن. ببینید چقدر زحمت میکشن. اگر ما بیایم با مدت 10 دقیقه در اینجا نمیتونم کار کنم، خسته میشم. ببینید اطفال نازنین در اینجا روزانه ما یک خلا از امو پتیا که گفتن خوجی نصف کنم روزانه یک شپور میکنه با گسپنده های خود میبره. ماشاءالله واقعا اینا زحمت میکشن. خیلی خدافزی همراه ما بکنه رفیق، یک خدافزی بکنه دست خود تکان بده که ما بریم بخیر. آفرین.